مرگی چلکسیام به چنل بوریا بوتک خوش آمدید. امیدوارم روز خوبی رو سرشار از عشق بوده داشته باشید. بچه ها ویدیو امروز ریت نمره دادن به چی؟ به جوک‌های جدیدی که برام اومد چقدر قراره بخندید. ناکنید یک چیز آتشین از من بیام اینور میاد سمت راست من، یعنی اینجا چیز آتشین میاد و ادیتور اینو جابجا میکنه بر طبق خنده من و تهش به اون جوک نمره میدم. از 0 تا 10 قراره کلی بخندید. لایک و کامنت و سابیاتون رو هر جا هستید موفق و پیروز در آغوش خانواده های جذابتون. با پر از پول، با پر از پول. ادی جون تو هم بگو کش مانی پول دوست دارم. بریم با هم کلی بخندید. لیتس گو. این توه. من هیچ کدوم رو وجدانن تا الان نخوندم. حالا اگه شنیده باشم میگم. میخوام ازتون تعریف کنم ببینیم و من قرار بشون از 1 تا 10 نمره بدم. این جوکا رو برای من فرستادن ببینیم کی جوک خفن تری فرستاد. جوک شماره 1. Yes. استاد به شاگردش میگه با ایراد یه جمله بساز. شاگردش میگه استاد دخترتو میخوام. استاد میگه ایرادش کو. شاگرد میگه مبارک. صفر. یعقوب به فرزندانش گفت هنگامی که یوسف را به چاه انداختید چیزی شنیدید؟ فرزندان گفتن بله. یعقوب گفت چه صدایی؟ فرزندان گفتن شلپ. خدای من رو ببرد واقعا قشنگ نبود در اون حد. پنج اون اصلا شوخی بدی بود. خودش وقتی تقویم ها ترن آن میشن چی میشن؟ ترن آن یعنی مثلا میزنه بالا، حجری میشن. چه چیز مسخره این چرتیه. خداییش ادیتورم به این صفر میده. نه بابا فوریا پروداکت اصلا یه تنه نرخ رشد نمک دو سال تو ایران بردی بالا. چیکار میکنی با خودت؟ انسان های اولیه میدونی ماشیناشون رو کجا میشستن؟ قارواش. هفت رو میدم. وقتی برنامه نویسا به کمبود دختر میخورن به کدکشی میفتن. من احساس میکنم بعضی از جوک ها واقعا بیمزده، ولی من خیلی به جوک سری خندم میگیره. من به این هشتو میدم، خیلی قشنگه. باید بری تو فکر. میگه وقتی برنامه نویسا به کمبود دختر میخورن به کتکشی میفتن. میدونی لالایی چیه؟ هشدار پلیس عربستان به اونایی که لایی میکشن. لالایی. مرز بعدی نمرش یادم رفت بدم، واقعا بهش نو میدم. بال میدونی اگه حضرت علی دفتر وکالت داشت اسمشو چی میذاشت؟ خداییش حدس بزنید اسمشو چی میذاشت. بیم و لاو. لاو ال ای دبلیو منظورش اون لاوه. واقعا خیلی خلاقانه بود. نو بهش میدم. میدونید وقتی یه آدم قد بلند میشینه بهش چی میگن؟ دراز نشست. قشنگ نبود خودش. یه 3.5. یا مثلا دیگه الان جوکای کوتاهی بیمزه مده دیگه. مثلا میگن اگه این اینجوری بود داشت هم مثلا اون قارواشه بودش که آدم های اولی، ولی این بین اون جوکا واقعا اصلا قشنگ نبود. میدونی به قهوه های ناراحت چی میگن؟ دسپرسو. وای ده خداییش ده خفن بود. میدونید یه هات داگ وقتی که سرخ بشه، اینو شنیدم، اینو سام درخشان گفت. میدونید یه هات داگ وقتی که سرخ بشه و یه ساندویچ گرم بشه چی میگه؟ سس میخوام. میدونی اینو فقط باید بخونیش. اگه واسه تعریف کنه قشنگی نکن. یه وقتی یه هات داگ سرخ بشه و گرم بشه چی میگه؟ یه سس میخوام. سس که. میدونی به دو تا گی که با هم لاس میزنن چی میگن؟ گیلاس. ده خدایش قشنگ بود. ده نسبتت با کراشت چیه؟ اعضای بدن همین. اون قلبم من توخ میشه. وای از کجا در میارید؟ پشمام. ده خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. میخوام از زندگیم یه مستند بسازم، اسمشو بذارم راز بگا. راز بگای ولی باید اینجوری بخونی. زیاد جذاب نبود. دو من نه به پدرم رفتم نه به مادرم، من فقط به گارم دم. کاش برگردیم به زمانی که نود اسم یه برنامه بود. ادیتور ببین اینو بنویس، ازت خواهش میکنم اینی که میگم و الان بنویس، من مطمئنم همه میفهمیم. کاش برگردیم به زمانی که نود اسم یه برنامه بود. فهمیدی؟ ده بعدی کامیونا که به هم میرسن اگه گفتی چی میگن؟ میگن یه برنامه بذاریم دوره هم جمع شیم. مسخره لوز. خیلی چقدر منهای سر. تو خونه دانشجویی یکی رو داشتیم میگفت مسواک زدنتون تو سینک ظرفشویی اصلا بهداشتی
نیست. ولی تا آخر سال تحصیلی به طور خدا دیگه تو سینک نشاشی خانهش کردی. ولی 90% پسرها یه بار تو عمرشون رو تو سینک شاشیدن. این قطعاً این تجربه رو داشتم. به نظر من چرا دایه حوصله ندید تو والد بری؟ خودم هم جز بشونم. بعدی با یکی چت میکردم، گفت یه عکس از خودت بده، یه عکس کنار برج میلاد براش فرستادم، گفت خونتونه، حتی اونم ولم کرد. اصلا اینو نفهمیدم، تو فهمیدی؟ به خدا اگه فهمیده باشم پولیا بوده. این چرت و پرتا چیه خدایی؟ مغز من گوزید کلا. خیلی چرت بود. حالا که هواپیما ساختیم و مثل پرنده ها پرواز کردیم، کاش علم پیشرفت کنه بتونیم مثل پرنده ها با هر کی مشکل داریم بریم برینیم رو سرش. اینا فکر نکنم جوک باشن. خیلی چرت بود. صفر. ساقیم چند تا عکس از من گرفت، گفت تو رزومه‌ام به دردم می‌خوره. این قشنگ بود. ببین یارو چه جوری بوده فیسش. 8. خوبی واترپولو اینه که میتونی وقتی باختی پیششی تو زمین حریف بیای بیرون. راز میگی ها. کیا تو استرک شده تو کامنت یه قلب زرد بذارم. دخترها رو واقعا نمیدونم ولی پسران 90% شده. هر وقت میگم با دوستان میرم بیرون، مامانم میگه دختره کیه، پس کی میخوای به معرفیش کنی؟ ماما شاید من اصلا گی باشم. صفر. چت دو نفر رو میخوام براتون بخونم. بذار من بیام بذار سمت راست چیزی رو ببینید. ادیتو باید اینو این مکالمه رو بعد اینجا بنویسیم. من حالی بود. داداش مهسا ولم کرد. مگه تو درباره دایی میلیاردرت بهش نگفتی؟ چرا گفتم؟ خب پس چی شد؟ شده زن دایی؟ ده بعدی. وقتی دوست دخترت شورت اگر توضیحات این عکس نوشته که حیوانات رو با هم تنها نذارید. حالا چرا؟ پیش خانواده، پیش دوستا. راست میگی چی؟ واقعا شبیه راست. خودم همیشه پشمام میریزه این همه شباهت. فیسی شبیهن ولی همه زیبا. بله. حافظ حتی اگه مستقیم توی شعرش میگفت هوا هوای اسنیف کوک از کنه یاره، باز معلم ادبیات میگفت منظور از کوک نعمت الهی و منظور از کمیار بیابان های کربلاست. وای آجی مخن یایی که اینا رو میزازم مخن. بعدی دیشب با بابام رفتم دکتر، توی مطب منتظر بودم تا فامیلی ما صدا کنه، یهو منشی دکتر گفت آقای خودرزایی، یه آقای متشخصی بلند شد گفت خدا رضایی هستم. شرط مردی یه قاز و یک سطر در یک دست و دو مرغ و یک رادیو در دست دیگرش داشت، از جایی رد میشون. یه خانومه میبینتش، ازش میپرسه که آقا درمونگا کجاست؟ مرده میگه دنبالم بیا، خونه ما همونجاست. خانومه بهش میگه دیوس میخوای دنبالت بیام که یه جای خلوت منو آره؟ مرده به خانومه میگه با این همه وسایل و مرغ و قاز من چطوری تو رو آره؟ زنه بهش میگه کاری نداره که، قاز رو میذاری رو زمین، سطر رو میذاری روش، رادیو رو هم میذاری رو بالای سطره تا قازه نتونه فرار کنه. مرده بهش میگه اوکی مرغا رو چیکار کنم؟ زنه میگه کاری نداره من مرغا رو برات نگه میدم. مرده هم قبول کرد زنه رو که بچه لخ میشه، نشه میکنه سمت باباش میگه من دو چرخی میخوام. باباش میگه طول سگین چه کاریه؟ میگه پس چرا مامان این کار کرد بری 206 دادی؟ ده آقا ده بعدی اوه گایز این چراغ اتاق خاموش کرد. پشما ما کجاتون در میارید این جوکا رو؟ ولی بعضیش واقعا مسخره است. میدونید وقتی عروسهای دریایی هنوز بچن بهشون چی میگن؟ نامزد دریایی. اینایی که به عزیزم میگن عجیجم، به زنده باشی چی میگن؟ شاید خوشگل نباشم ولی حداقلش بوی خوب و تمیز میدم. دقیقاً شبیه بهونه این پسراست که میگن درست کوچیکه ولی کار بلد حرفشو. یه دختر رو تو خیابون دیدم، بهش گفتم جون بده دعات کنی. دختره گفت واقعا برام دعا میکنی؟ خیلی محتاجم. پسره گفت آره. هیچی. دختره دعا دو پسرم کرد. دختره گفت دعا کن ایدز داشتم. دوست دخترم به میمیان فلفل زد که من نخورمشون. نمیدونه من همونی هستم که با پودر 8 آنزیم تاش جغ میزدم. تو اسپانیا 70% ازدواج ها از طریق اینترنته. اون وقت تو ایران بعد از 3 ماه چت کردم با دختره میفهمی اسمش محمده.
آجی چرا واقعا هستن پسرهایی که هنوزم مثلا بسازن پیج بسازن به اسم دختر عکس پروفایل هم دروغ بزنن و شارژ ایران سل بگیرن؟ زمان ما که خیلی بوده ولی الان اگه چه چیزی باشه واقعا پشم. آه جوک آخر، یه روز سه تا موش برای هم بلوف میزدن، گندگوزی میکرد. اولین موش: مزه عرق من مرگ موشه. گندگوزی دومیه: من با میله تله موش بار فیکس میزدم. سومیه: یه اون وسط گوشیش زنگ میخوره و جواب میده و قطع میکنه. بعد اون دوتا موش دیگه میگن کی بود؟ میگه هیچی. بچه ها گربه آوردن فکر کنید. خب گایز، دم همه تون گرم. امیدوارم حداقل 8 تا 12 دقیقه شاد و سپری کرده بوده باشید. میدونم بعضی از جوکاش بیمزه بود، دیگه همینا دیگه قرار نیست همه جوک خفن باشه. جوک میفرستم بعضی از خنشای بعضیش بیمزه. من که خیلی اصلا عاشق جوکم، عاشق چی دارم که روحیه رو عوض میکنه، آدمو شاد میکنه، انرژی مثبت میده. خیلی حال کردم، دوستتون دارم. دیگه میخوام تا سابیاتون نره فیلم و کتاب امروز. Pray we have a nice chill day. Who even am I right now? One big happy family. اینم فیلم و کتاب. عشق من زیبایی درنده ای جذابی. من وارد رابطه نمیشم چون هنوز به اون بلوغ فکری نرسیدم که دخترای اطرافشو جر ندم. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گود بای. جمله سنگین از زبون یه دختر بود.